سلام می کنم خدمت همه دوستان عزیز من رضا کاری هستم برنامه‌نویس تحت وب و با یکی دیگه از جلسات آموزشی زبان کدنویسی نویسی CSS در خدمت شما دوستان عزیز هستم اما توی این جلسه قرار نیست که به ها استایل بدیم توی این جلسه قرار با برنامه ادوب XD آشنا بشیم که هر کد نویس فرانت اند باید با این برنامه کلا آشنایی داشته باشه که این برنامه چیه و چجور کار میکنه بچه اگر یادتون باشه توی جلسه های اول HTML بخش HTML من یه نکته رو بهتون گفتم ولی نمیدونم یادتونه یا نه گفتم که آقا ساختن یک وبسایت دقیقا مثل اینه که توی دنیای واقعی میخوای یک خونه بسازید یعنی روندش با روند ساختن یک خونه توی دنیای واقعی تقریبا میشه گفت یکیه یک حالا شما وقتی که میخواید تصمیم میگیرید که یک خونه بسازید دو حالت داره یا نقشه اون خونه رو توی ذهنتون تجسم میکنید که هر چیزی کجا قرار بگیره یا اینکه میرید پیش یک مهندس تا براتون یه نقشه بکشه خب خارج از این دو حالت نیست واقعا خب شما وقتی میخواید یک وبسایت بسازید اول از همه میاید نقشه اون وبسایت رو میکشید ادوبی ایکس برنامه برنامه‌ایه که به شما کمک میکنه که بتونید ظاهر وبسایتتون رو بسازید و بدید به یک کدنویس فرانتند که اون بیاد و در واقع وبسایت شما رو بسازه یعنی ادوب دی یک تر فقط ایجاد میکنه هیچ کار دیگه برای شما انجام نمیده فقط یک تر ایجاد میکنه مثل یک عکس در نظر بگیرید و شما اونو تحویل به برنامه نویساتون و کد نویساتون میدید و اونا دست به کار میشن و برای شما وبسایتتون رو میسازن و همه چیز رو دقت بکنید همه چیز رو از روی این طرحی که شما بهشون دادید در واقع الگو برداری میکنن و پیاده سازی میکنن توی وبسایتتون حالا Adobe XD چه اطلاعاتی رو به یک کد نویس فرانت میده مثلا ما اومدیم راجع به رنگ ها صحبت کردیم گفتیم رنگ ها در دو قالب آره توی سی مثلا حروف هم بود مثلا رد گرین ولی توی ولی توی ادوب به این صورت نیست توی Adobe XD RGB و هکسه آره توی ادوبی شما میتونید با و هکس این رنگ ها رو مشخص بکنید مثلا شما میخواین توی وبسایتتون یه دونه دکمه باشه که مثلا رنگش آبی کم رنگ باشه ادوبی میاد کد اون رنگ رو میده به برنامه نویس که برنامه نویس اون کد رو برداره و توی وبسایتتون به کار ببره یه کار دیگه ای که ادوبی میکنه دید مثلا میخواید یه سری آیکون های خاصی عکس های خاص توی وبسایتتون به کار ببرید خب الو بیکس باز اینجا به کارتون میاد الو بیکس اون طرایی که اومده اون عکس ها رو توش به کار برده کد نویس فرانت میتونه اون عکس ها رو برای خودش در واقع خروجی بگیره و از اون عکس ها و از اون آیکن ها استفاده بکنه یعنی دیگه نیاز نیست که هر دفعه تا پروژه زنگ بزنه به کارفرما آی کارفرما فلان عکس رو برام بفرست آی کارفرما فلان آیکن ها برام بفرست نه تموم این آیکن ها و حتی کد های اس حالا در آینده با اس آشنا میشیم که SVG ها چیا هستن تموم اینها رو خب تموم اینها رو میاد میده به برنامه به کد نویس و کدنویس نویس اینا رو خروجی میگیره از برنامه ادوبی و از اینا استفاده میکنه این که چجوری خروجی میگیره چجوری کد رنگ ها رو میگیره چجوری فونت ها و اندازه فونت ها رو میگیره امروز توی این جلسه قرار باش آشنا بشین پس بزن بریم که با این در واقع قابلیت های ادوبی ایکسی آشنا خب همونطور که توی ویس قبلی بهتون گفتم فکر میکنم الان با تجربه به که قبلا دادم الان فکر میکنم خیلیاتون این سال توی ذهنتون به وجود اومد که آقا چرا من باید این نرمزار رو یاد بگیرم خب دلایل خیلی زیادی داره که من بعد از اینکه این ای فایل رو باز کردم بهتون میگم ببینید کلا ادوبیکسی نقشه در واقع طراحی قالب شما رو میاره جلوتون و شما دقیقا طبق همون وبسایت رو برای کارفرماتون طراحی میکنید الان این طرحی که جلوتون باز میشه طرحیه که اون طراح یوآی و یو شرکتمون برامون کشیده و ما داریم و ما از طریق اون تر در واقع وبسایت رو طراحی کردیم و تعبیرشون دادیم حالا مثلا یکی از امکانات ادوبی ایکس اینه که شما میتونید خیلی راحت اون عکس هایی که توی ادوبی ایکس هست دانلود بکنید در واقع خروجی بگیرید مثلا من این عکس رو انتخاب میکنم با کنترل و اسکرول رو موس میتونید زوم زوم و زوم اوت بکنید خب و توی لیرز میتونید ببینید که این عکس انتخاب شده یا نه کنترل ای رو که بزنید شما چند شما میتونید چند تا گزینه رو انتخاب بکنید که نوشته اکسپورت خروجی برای میخواین برای دیزاین خروجی بگیرید میخواید برای وب خروجی بگیرید میخواید برای آی او اس یا اندروید خروجی بگیرید که من چون آی او, آی او اس و اندروید کار نکردم نمیدونم این دو تا دقیقا برای چی ولی هست ولی دیزاین و وب رو میدونم دیزاین که همون سایز اصلیش رو خروجی میگیره ولی وقتی وب بزنید شما میتونید هم سایز اصلی رو خروجی بگیرید و هم سایز دو برابر یعنی همین عکس رو میاد دو میکنه و به شما خروجی میده توی این قسمت هم که میتونید بگید کجا خروجی بگیره مثلا الان میخوام اینجا رو توی پوشه فوتوس دوره و برای وب خروجی بگیرم که دو تا سایز من خروجی میده یکی سایز اصلی و یکی هم سایز دو برابر اکسپورت رو میزنم و هم توی دو تا سایز خروجی میده این سایزه میبینید هم حجمش بیشتره هم سایزش دمنیشنز اگر تلفظش رو درست گفته باشم الان 1460 در 1970 ولی این 730 در 985 یه نکته خیلی مهم رو بهتون بگم سعی بکنید عکسایی که توی قالبتون استفاده میکنید کم حج باشن چرا چون زمانی که یوزر وارد وبسایت میشه کاربر وارد وبسایت میشه و در واقع قرار این عکس ها رو دانلود بکنه خب یه مشکلی که براش به وجود میاد چون که حجم چون که اگر حجم عکس سنگین باشه خیلی طول میده که این لود در واقع طول بکشه و خب سرعت لود سایت خیلی میره بالا پس سعی بکن از عکس های کم حجم توی وبسایتتون استفاده بکنید خب من لیر ها رو میبندم بریم با برنامه های دیگه آشنا بشیم من یک فراموش کردم بگم یو ای چیه یو مخفف یوزر اینترفیسه و کلا و شامل ظاهر وبسایت میشه UX مخفف user experience هست که experience یعنی تجربه و در واقع experience شامل مثلا بود که بهتون گفتم مثلا بعد وبسایت توی طراحی بکنید که هر وقت کاربر مثلا نشون یه رو میبره روی یک دکمه اون رنگ اون دکمه تغییر بکنه و به اون کاربر حسی رو القا بکنه که آقا تو الان روی یک دکمه هستی و اگر فشار بدی مثلا یه اتفاقی میفته خب این شد از UX بچه اگر صدای نوانجار دارید میشنوید اطراف من به دلیل اینه که من الان توی قرنطینه هستم و از توی قرنطینه دارم این ویدیو رو براتون رکورد میکنه البته قرنطینه بیماری نه قرانتینه برنامه نویسی یعنی چی قرانتینه برنامه نویسی یعنی اینکه که خودت یه اتاق زندانی بکنی و بشینی کلا دورای آموزشی رو ببینی خب بگذاریم خب الان این دقیقا ترهیه که اون شرکتی که من توش استخدام شده بودم به هم داد که برشون در واقع اینو طراحی بکنم حالا خواستیم از اینا خروجی بگیریم کنترل عکس اول انتخاب میکنیم برای اینکه مطمئن بشیم عکسمون انتخاب شده از توی قسمت لیرز میتونیم ببینیم که عکسمون انتخاب شده یا نه کنترل ای رو میزنیم واسه وب خروجی میگیرم که خروجی گرفتیم حالا این میشه به چند تا روش مختلف ازش خروجی گرفت یک PNG, SVG, PDF, اس وی رو بعدا باش آشنا میشیم اس یه جی کدیه که شما میتونید در واقع اون کد کپی بکنید و توی سورستون بذارید و حالا از اون عکس استفاده بکنید اس وی معمولا برای آیکون ها به کار برده, به کار برده میشه و معمولا برای عکس ها من نیدم به کار ببرم معمولا واسه آیکون است خب پی هم کاربرد PDF دی اف هم بهتون بگم شما فرض بکنید یک قالب رو طراحی کردید و میخواید اون رو خروجی بگیرید بفرستید واسه کارفرما اینو انتخاب میکنید اینجا کلیک میکنید ایش سرک میزنید و PDF رو که بزنید گفتم PNG نه PDF. دی اف میکنم اکسپورت رو که بزنید براتون خروجی PDF رو میگیره یه نکته خیلی خیلی مهم رو بهتون بگم شاید خیلیاتون که الان دارید این در واقع قسمت از آموزش رو میبینید فکر بکنید که الان باید کلا یاد بگیرید که این برنامه چیه چجوری کار میکنه و این داستان ها ببینید شما اصلا نیاز نیست که یاد بگیرید این برنامه چجوری کار میکنه و نمیدونم چه قابلیت هایی داره اینو باید طراح UI UX بدونه این اصلا وظیفه شما نیست شما فقط باید در حدی بلد باشید که بتونید با برنامه کار بکنید که اگر فردا روزی توی شرکتی استخدام شدید بدونید که این برنامه چی به چیه و اصلا چرا کارفرما اومده اینو بهتون تحویل داده حالا من الان این جلوم کارفرما بهم گفته که آقای کارگر بیاین طراحی بکن این متنم بهم داده حالا من نمیدونم این متن سایزش چنده نمیدونم نمیدونم فونتش چنده فونتش چیه چجوری باید بدونم دو تا کلیک میکنم اینقدر روش کلیک بکنید که برسه به این متنه از اینجا میتونید ببینید لایر لایرز کلیک میکنم کلیک میکنم همینه بذارید آره دقیقا همینه الان خب من الان این انتخابش کردم اینجا رو که انتخاب بکنید اون مشخصات بعدیش رو بهتون میده مثلا فونتش به یکانه اینو توی سیستم خودش تعریف کرده می‌بینید ولی داره واسه من دقیقا میگه که این متنه چجوری نوشته شده میگه فونتش بی فونت ستایلش ریگیولاره فونت سایزش هست 63 و فونت هیتش نه لاین هیتش هست 62 اینو پاراگراف اسپیسینگ لاین اسپیسینگ اینجا نوشته لاین اسپیسینگ ولی توی CSS یه بارم باش کار کردیم اگه اشتباه نکنم ولی اگر کار نکردیم در باش کار میکنیم این لاین لاین هیت آره این پراپرتی لاین هیت اینم ها... تایتر اسپیسینگ که برای فاصله این مطمئن از دیگه است که اینا رو من حتما قول که کار بکنیم توی طرح قالبی که داریم من فقط باید یک یو یک یو ای بکنم برای دیگه یو ای که میدونید چیه میخوام یک یو آی طراحی بکنم برای جلسه بعدی که اون یو ای رو کد نویسی بکنیم و از این جلسه به بعد خیلی تخصصی وارد طراحی قالب قالب وبسایت میشیم و شما رو آماده میکنم برای استخدام شدن در شرکت خب حالا خب من اینو انتخابش کردم اینم چی کار میکنم به یکان شست و سه حالا اوپستی هم که میدونید که میشه استفاده کرد توی غالبتون با پراپتی اوپستی که بعدا با اینم کار میکنم اگر دید اوپستیش کمتر شما یه پراپتی اوپستی اضافه میکنید به اون پاراگرافتون و رنگش کد رنگ رو بهتون میده که توی ویسم بهتون گفتم RGB و HSB HSB اوکی اچ اس بی بهتون نگفته بودم حالا ای چک میکنم اولین بار دارم اچ اس بی رو میبینم ولی معمولا از ار جی بی و هکس استفاده میکنم هکس اون کد رنگتونه که کد رنگی که اینجا به کار رفته اینجا میتونید کم و زیادش بکنید این کد رنگ رو بر میدارید و میذارید توی اون در واقع متنتون ازش استفاده میکنید که حالا با همه اینها ما آشنا خواهیم شد این دکمه هم با آشنا... آشناتون بکنم با این دکمه هم که دکستاپ پریویو هست که شما اگر یک صفحه رو انتخاب بکنید و این دکمه رو بزنید اون صفحه براتون پلی میشه مثلا امکان داره وقتی شما یک دکمه یا حالا سه اینجور چیزا یه سری تغییرات داده باشه که باید اینو بزنید تا اون مثلا میبینید الان ثبت سفارش که میام با انیمیشن و یک بات یه بوردر باتن به رنگ نارنجی میاد اونا رو بهم نمایش میده خب الان ولی اگر من اینجا برم چیز به هم نمایش داده نمیشه قالب رو همیشه پلی بکنید و از اینجا قالب بررسی بکنید اوکی این هم از این خب مثلا میخواد هر وقت روی اینها میاد این در واقع بزرگ بشه یا میخواد هر وقت روی این دکمه هاور میشه دیگه اینو خودتون بدونی به عنوان یک کد نویس فرانت اند هر وقت روی این دکمه هاور میشه میخواد یه همچین شکلی در بیاد یه نکته به شدت مهم دیگه که من از تجربه بدی که در واقع میشه کار کردم با این شرکت داشتم این بود که ورژن موبایل اینو به من نداده بودم و من خیلی باج با مشکل برمیخوردم حالا ورژن موبایل چیه اصلا چرا باید باشه الان این قالبه می‌بینید اینجا ویتس و هیتش نوشته هیت شما کار نداریم ببینید کلا توی طراحی صفحات و معمولا ما با ویتس کار میکنیم چرا چون که هر صفحه ای وبی که تو کل دنیا وجود داره هم قراره توی دکستاپ یک سیستم باز بشه هم قراره توی صفحه نمایش موبایل باز بشه اوکی حالا خب این چه ربطی داشت و اصلا چه فرقی میکنه فرقش اینجاست ببینید الان این الان اگر یک بررسی بکنید صفحه نمایش لپتاپتون و صفحه نمایش موبایلتون متوجه میشید که صفحه نمایش لپتاپتون طویلتره و صفحه نمایش گوشیتون عریض‌تره یعنی چی یعنی صفحه نمایش موبایلتون ارزش بیشتر است طولشه و صفحه نمایش لپتاپتون در واقع طولش بیشتر از ارزشه اوکی و این توی طراحی قالب شما خیلی تاثیر داره حالا اگر اینجا بشه من براتون نمایش نشون میدم که چجوری تاثیرش ببینید ببین الان ویترش 1920 بود درست من اینو کوچیکش میکنم میبینید کل علمان ها به هم ریختن دقیقا کل علمان ها به هم ریختن مثلا اون کارفرماتون تو اون که به شما ورژن موبایل اون قالب هم بهتون بده بگی آقا مثلا توی ورژن موبایل من میخوام قالب هم اینجوری نمایش داده بشه اون طراح معذفه که همچین چیزی رو بهتون بده این خیلی نکته مهمیه چون خودم خیلی تجربه تلخ ازش دارم و خواهشم از, از, از اون اینه که زمانی که الله انشاءالله وارد یک شرکت شدید اینو حتما حتما با اون کارفرماتون شرط بکنید که آقا این قالبی که به من تعبیر دادید ورژن موبایل نداره الان توی ورژن موبایل میبینید این عکس اصلا جاش مناسب نیست این دکمه رفته پشت اصلا و توی در واقع طراحی قالب باید همه چیز مشخص باشه این المان جاش کجاست دقیقا این متن جاش کجاست توی ورژن موبایل توی ورژن نمیدونم سیستم دکساب یا هر چی همه اینا باید جاشون مشخص باشه الان من میدونم که این ویب سایت توی ویتس 1920 باید اینجوری نمایش داده باشه ولی نمیدونم این صفحه وب توی ویتس مثلا چی میدونم 768 که ورژن موبایل نمیدونم الان توی موبایل دقیقا این عکس رو باید کجا جای گذاریش بکنم اوکی پس اینا رو حتما حواستون باشه که مثل من تجربه بدی براتون نشه خب تا اینجا با فونت ها آشنا شدیم که جوری میتونید رنگ های فونت ها و مثلا رنگ های این باگران باگران رو ببینید واسه گرفتن رنگ بگیران هم خیلی کار سخت نگه کلیک میکنید و اینجا بهتون میگه اگه بردر داشته باشه بهتون میگه بردرش چه رنگیه که دیگه با بردر آشنایی دارین مثلا این الان یک بردره این الان یک بردره اوکی اگه بردر داشته باشه که بهتون میگه بردرش چه رنگیه الان این بردرش یک پیکسل اندازش میتونم بیشترش هم بکنم رنگش هم اینه رنگش رو بر میدارم میذارم توی سورس هم و سورس به معنای همون کدتونه و فیلش هم کرده سفید به همین سادگی اوکی فیلش هم خالی میذارید دیگه فدی بردر بهش میدید و همین مثلا توی قالب امکان داره یه با یه جای برخورده باشید که از همچین چیزایی رو مثلا الان سه تا آیکون اینجا هست خب میتونید خیلی راحت یه کاری بکنید این 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 نه خب این تا با هم دوتاشو انتخاب میکنید کنترل جی میزنید اما همش انتخاب شده کنترل ای پی جی اکسپورت و خیلی راحت خروجی میگیره از همشون الان از این عکس خروجی گرفته و خیلی راحت این عکس رو دارید و توی قالبتون استفاده میکنید الان این خروجی اینو دارم خروجی اینو دارم دیگه عکس رو دیگه فکر میکنم باید یاد گرفته باشه جوری به قالبتون استفاده بکنید البته معمولا این عکس PNG رو یا همچین آیکون هایی رو با استفاده از پراپیتی بگران ایمیج اضافه میکنم و قالب که من شما رو با همه این آشنا میکنم حالا خروج SVG هم برای یه همچین جاهایی به درتون میخوره کنترل ای -E میزنید و اسویج خروجی میگیرید فعلا در همین حد باش آشنا بشید نمیخوام خیلی تخصصی واردش بشم و پی باز نیست من ویژوال کد اینو باز بکنم اینا بهتون نمایش بدم و دیگه تموم خب این کد اون نسویجی است که اگر من این کد رانش بکنم توی در واقع مرورگرم اون ها رو بهم خروجی میده بذاریم میشه اصلا رانش کرد یا نه اوکی الان من خروجی داد میبینید دقیقا اون ها رو بهم خروجی گرفت و اولا بهم داده خب این کل چیزایی بود که در واقع میخواستم از کار کردن با ادوبکسی بهتون آموزش بدم که یک برنامه نیز بچه چیز ازش یاد بگیره که اینجا بهتون گفتم فونت بهتون میده اندازه فونت بهتون میده و گرگر سپیسینگ و دیگه نمیدونم آلیجن اون متن رو که سنتر باشه رایت باشه چپ باشه کجا باشه دقیقا اپاسیتی و کود رنگ و شادو اگر شادو داشته باشه مثلا پراپیتی شادو بهتون میده که اینجا میگه ایکسش چند باشه وایش چند باشه بلورش چند باشه مثلا خلاصی همچین چیزایی رو بهتون میده دیگه که شما میتونید از کداش کداشو کپی بکنید نمیدونم این اینجا مثلا درصد شفافیتش رو کپی بکنید و آرسه همینو بنزی... همزی... یک برانیس باید با همچین چیزهایی از ادابیکسی آشنا باشه که بتونه یک قالب استاندار مطابق با میل اون کارفرماش در واقع طراحی بکنم و تحویل کارفرماش بده خودمون توی جلسه بعدی که قرار یک دیزاین وبسایت طراحی بکنم اینو در واقع از ادوبیکسی استفاده میکنم و یک قالب طراحی میکنم و با هم دیگه اون قالب هم برای ورژن موبایل و هم برای ورژن دسکتاپ در واقع استفاده میکنیم فقط الان خواستم که با آشناتون بکنم لطفا ادابیکسی رو نصب بکنید آخرین ورژنش رو رایگان هم هست توی سایت صاف 98 هست و روی سیستمتون نصب داشته باشید من فایل قاله رو براتون میفرستم شاد و موفق و پیروز باشید امیدوارم که این جلسه به کارتون اومده باشه و باش حال کرده باشید و سوالت دیگه نیمونه شاد و موفق و پیروز باشید دوستان عزیز